درود بر شما وطنان گرامی مشیری هستم در خدمت شما قرار است برنامه سرزن جاوی را اجرا کنیم امروز روز دوشنبه است و 24 ام از ماه اوت آگست عرض کنم که ببخشید دیر شد کاری بود باید انجام می دادیم و می آمدم دوستان گفتن چی شده است گفتم آقا اتفاق می افتد آقا می شد. میشد و یک ارز کنم که خاطره نقل کنم خدمتون در باب این میشد به اتفاق میفته و اون اینکه که زنده یاد منوچهر سخایی که حقیقتا به اخلاق و بزرگواری بی نظیر بود آقای سخایی و ما افتخار دوستی ایشون رو داشتیم صحبت میکنیم با آی اوقات و اینها گوه ما در شیراز بودیم جوان بودیم تازه خواننده شده بودیم و اینا در شیراز بودیم در یک باغ نشسته بودیم یک جوانی ساز میزد تار میزد خیلی هم خوب میزد و یه آقایی هم ساکت این طرف نشسته بود اینها گفت که جمع میگفتن آقا بدید به استاد یعنی ساز بدین به استاد و این استاد که جریان چیه اینها بعد ساز دادن به این آقا این آقا دیگه قیامت کرد در تار گفتیم آقا شما هم خوب بیزنید گو آقا اتفاق میافتد میشد اینا و گذشت گذشت و اینها بعد بعد از مثلا یک ما در رادیو رادیو ایران قدیم یادش به بود. باد چه آدم های اونجا کار میکردن و چه هنرمندانی اونجا جمع شده بودن باری گو ما اونجا بودیم ایستاده بودیم یا ای آقای اون طرفتر بود و اینها دیریم که هر کی رد میشه تعظیم میکنه و سلام میکنه میگفتم یا آقا کیه؟ من یه جا دیدم گفتن آقا چطور تو این استاد جلیل شهنازه چطور نمیشناسی گفتم ای داد بیداد من ایشون رو نشناختم در یک مجلسی گفتم آقا شما به خوب میزنید و اینها گفته است که میشد اتفاق میفته آقا گفت رفتیم و تعظیم و تکریم و استاد ببخشید ما رو عوض میخوام از شما اون روز ما نشد گفت آقا میشد اتفاق میفته از وقتا حالا داستان ما باری امروز اتفاق چنان افتاد که ما نیم ساعت خدمت شما دیرتر رسیدیم و در وقت البته خدمت شما هستیم اجازه بدید که یک غزلی از حافظ بخوانم یه اشاره هم خواهم کرد به جلسه دیروز این حافظ رو باز کنیم ببینیم کدوم غزل رو نخونده ایم خدمتون بله اینا همه رو خواندیم اینا همه رو که خواندیم خب اجازه بدید این این رو بخونم می فکر کنم چند بارم خونده شده است میفرماید منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن منم که دیده نیالودم به بد دیدن وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافریم بح بح. گفت گر عمر من وفا کند ای ترک تند خوی چندون وفا کنم که تو ترک جفا کنی فروغی پی پیر می کده گفتم که چیست راه نجات بخواست جام و گفت ای پوشیدن این ای پوشیدن در واقع از قضایا و از صفات و از فضیلت هاست ای پوشیدن حالا بنده نمیخوام اینجا منبر برم و این از اخلاق صحبت کنم ولی حقیقت هم این است که ما بیشتر عیب به کسان رو میبینیم بدبختانه بو سعید مهنه در حمام بود این یک قصه جاده است از بوسعید ابوسعید ابوالخیره میهنی یا میهنه یا مهنه یعنی به هوتایی باری این آقایی که اومده بود بو سعید رو شستشو بده مرد خامی بود و این کیسه که میکشید این چیزها رو چرک و این چیزها رو میورد اینجا مقابل چشمش اینا ها از اون صور هم همین جور دوده میذاش می اینجا بعد معمولا سوالی که میکردن از این بزرگان اینه که جوانمردی چیست بارها از بوسعید بارها از بایزید اینها به خصوص کسانی که از خراسان به بغداد می رفتن و اونجا خب از یک جغرافیای دیگری بودن این که جوان چیست یک سوالی بود بعد این آقا می گوه که میگه که آقا جوان چیست یا آقا جوان مردی آن است که عیب مردم رو به پوشی عیب پوشیدن و جوان مردی آن است که چرک مردم رو مقابل دیدگانشون قرار ندادن شعرش الان من یادم نیست اینا رو هم من میدونستم از در طی سالیان اینها دیگه فراموش شده حافظ هم همین فضیلت رو پیشنهاد میکند که به پیر می کده گفتم که چیست راه نجات بخواست جام می و گفت ای پوشیدن مرا مراد دل ز تماشای باغ عالم چیست به دست مردم چشم از رخ تو گلچیدن مردم چشم یعنی مردمک چشم یعنی چشم خلاصش به می پرستی از آن نقش خود زدم بر آب که تا خراب کنم نقش خود پرستیدن به, به نقش خود بر آب زدن یعنی از میان برخواستن خود رو کل ناچیز کردن و به می پرستی از اون نقش خود زدم بر آب که تا خراب کنم نقش خود پرستیدن ما به می بدون جهت زدیم که خود رو فراموش کنیم و خودپرستی همه از میان برخی زد به رحمت سر زلف تو باسقم نه بله که شش چون بعد از اون سو چه سود کوشیدن انان به میکده خواهیم تافزین تا مجلس که وعظ بیعملان واجب است نشنیدن آخونداری دیدید سر من. منبع همه جور عرض می کنم که توصیه های اخلاقی ولی رزلتر و پستر و بدعملتر از اینا در عالم نیست از آخوند فرق نمی کنه کدوم آخوند فکر نکنید آخوند شیعه نه آخوند شیعه آخوند سنی آخوند مسیحی آخوند نمیدونم هر آین و دینی آخوند یهودی هیچ فرقی نمی کنه اینها از که کارشون ریا و تظاهر هست خدا میداند چه تعداد آخوند رو گرفتند قریب شست هزار پرونده از این آخوندهای کاتولیک در همین آمریکا از فلوریدا بگیرید تا شمال قریب شست شست و پنج هزار نفر بچه رو تجاوز کرده بودند پدران روحانی به خدا متصل کرده بودند بله آخوند آخوند نمیشه اعتماد کرد هرگز به آخوند اعتماد نکنید که هر کس به آخوند اعتماد کرد خواهب و خاسر از این میدان زندگی بیرون رفت خب پس حافظ میفرماید انان به میکده خواهیم تا زین مجلس که وعظ بی عملان واجب است نشنیدن ز خط بیاموز مهر با رخ خوب که گرد آرز خوبان خوش است گردیدن نبوس جز لب ساقی و جام می حافظ که دست زهد فروشان خطاست بوسیدن دیدید آقای خمینی دست مبارکشون ملت هم دست 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 می دست, دست جنایتکار اینا چند دستن بایستی ازشون در موزه ها قالبشون گرفت به نام دست های جنایتکار دست خمینی عجب آدم شقی جنایتکار فرومایه ای بود این روح الله موسوی خمینی هندی خب خدمتون ارز کنم که دیروز ما در کشکت کتاب بودیم تعدادی هموطنان هم تشریف برده بوده ما اونجا مبالغ سخن گفتیم و حرف زدیم پرچه امام دائم سرنگون میشه نمیدم چیکارش باید که این پرچم؟ ارز کنم که این سبزیش باید بالا بشه دائم گرایش به سرنگون شدن داره خیلی عجیبه ها هر خدمتون که اونجا مبالغ صحبت کردیم و دوستانی رو که مدتی است ندیده دیدیم از آقای خلیلی دوست گرامی خیلی سپاسگزارم زحمت کشیده بودن اونجا صندلی چیده بودن و میکروفون و پودیوم و اینها ما مبالغی در باب فردوسی صحبت کردیم و سوالات و اینا در واقع از ساعت سه و نیم چار که بنده اونجا رسیدم تا ساعت هشت سر پا ایستاده بودیم به سوالات دوستان هموطن جواب میدادیم در اونجا عرض می‌کنم که دوست عزیز و گرامی نویسنده بسیار چربدست و تنز،, تنز, پرداز واقعا کم نظیر آقای حمیرزا رحیمی رو دیدیم بعد از مدت ها و ایشون محبت کردن به من آخرین کتابشون دادن تذکرت الاشقیا در مقابل تذکرت الاولیا این تذکرت الاولیا بنده نخوندم اما بایست خیلی خیلی کتاب جالبی باشد بله ای بابا ای بابا ای 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 ای, ای 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 اینجا یک شعری آوردن به قول جد به قول جد اعدای فدوی به قربانت مگر سیری پیازی که توی بغچه و چادر نمازی تو مرآت جمال زلجلالی چرا مانند شلغم در جوالی زنا رو میگه فشیر مایات مار ایرج میزا باشه و ای بابا سر و ته بسته چون در کوچه آیی تو خانم جان نبادم جان مایی بدون خوبی در این چادر کریهی و هر چیزی به جز انسان شبیهی کجا فرمود پیغمبر به قرآن که باید زن شود قول بیابان کدام از اون حدیث و اون خبر کو که باید زن کند خود را چلولو نشره ایرج میرزاست که آقای رحمی متناسب با داستان آوردن باری تذکرت الاشقیا حالا یک روز بایدی با این دوست محترم بزرگوار صحبت کنیم در این برنامه و در باب کتابشون صحبت کنیم خب از این هم که بگذریم، از میشه خدمتتون که یک گزارش بزرگی هست راجع به حقوق بشر در ایران که حالا میذاریمش کنار و کمی با شما صحبت میکنیم دوست دار از ما میپرسن که آقا ایران کی آزاد میشه می میکنم عزیزم ایران زمانی آزاد میشود که مردم ایران آزاد شود میگه ای آقا این که همونه که من میگم گفتم نه این اون نیست که شما میگی مقصود مخلص از این سخن آن است که آدمهایی که در بند زنجیر استبداد عقیدتی هستند از هر نوع و هر جنس نمیتوانند کشور را آزاد کنند ما که اینکه مملکت رو آزاد کنیم جامعه رو آزاد کنیم به یک سعادتی برسیم انشاالله تعالا اگر امام زمان یاری کند باید زنجیر زنجیرهایی که به دست پای ما هست اینها رو ببریم هزار زنجیر در دست پای ما هست شما اگر نگاه کنید همه کشورهای اسلامی در زنجیره و جمعی کشورهای اسلامی بدبختن و جمعی کشورهای اسلامی در استبدادن چرا؟ اولین عامل استبداد که ما باید زنجیر شپاره کنیم استبداد محمدی است آقا استبداد محمد رسول الله هیچ کس این سخن رو نگفته بنده خدمتتون عرض میکنم این چون کار ما از این کارا گذشته یک مردی در عرب بیرون آمده از عرب در روزگار خودش قمر رو کشیده هر چه شاق و کش و هر چه شمشیر و هر چه دوز اطراف و گردآوری کرده در راه اسلام درست کاری کرده که چنگیز خان مغول تا اون بابا ایدئولوژی نداشت یعنی اگر که آین یهود و ایران و اینا دست دور و برش بود و چهار تا ادوایزر خوب اینا شاید منم دینی می ساخت در دنیا الان فرابطی پر... قانون چنگیزی بود نه و هر حال سنت یهود اونجا بود تورات اونجا بود انجیل اونجا بود فراریار ایران اونجا بودن اندیشه های وزدک اونجا بود ناراضی ها پراکنده شده بودن خلاصه داستان اینا رو توهم کردن با شمشیر و استبداد برقرار کردن در جزیره العرب گردن همه رو زدن عرض میکنم که عبادتگاه مردم را خراب کردن و گفتن هر کس جزمن میاندیشد گردنشون میزنیم کافره و با این عقیده فاشیستی عجیب غریب کار خودشو پیش برد حالا بعد از مرگش هم استبدادش در دنیا هست زمانت اجراش کیه الله هست و بهشت و فشار قبر و مدینه و نمیدونم این داستان ها که میدونید و عوام الناس نادان و آخوندهای های بی انصاف اینها دارن از استبداد ایشان پاسداری میکنن بخش عظیمی از جمعیت کره زمین رو استبداد ایشان بدبخت و بیچاره و ذلیل و خاکستر نشین کرد میگوید نه نگاه کنید آقا بیاد نگاه کنید من اشتباه میکنم راهنمایی بفرمایید از این پنجاه و دوست کشور مسلمان یکیشون هست که بشه بگیم که آقا اینا به نان آبی رسیده چرا؟ الحمدلله خوشحال هست صبح زمین گوشا سربالا هفته نمیدونم روزی پنج بار الحمدلله رب العالمین که دین ما بهترین دین ادیان است. بهترین عدیان است این ترکیه که امروز ننگش میاد با ایرانیا صحبت کنه و ایرانیا رو پستر از خودش میدونه زیر سایه یک مرد بزرگ که البته تنها نبود و اطرافیانش که اینا روشنفکرانی بودند که در اروپا درس خوانده بودند آمدند گفتند ما این استبداد محمد رو باید از اینجا برداریم این تخت شکسته و اون دندون شکسته و شمشیر شکسته جری رو جمع کنیم یه شر این آخوند رو از این مملکت کوتاه کنیم زدن و آخوند رو عقب نشوندن چون آخوند جماعت که با مصالحه و به نام نمیدونم حقوق انسانی و به, به, به نام نمیدونم منافع ملت و انسانیت که دست از دزدی بر نمی داره و دست از قدرت بر نمیداره اینا تشنگان قدرت بودن از روز اول همچنان که پسر ابو طالب دائم قور میزد که ما لایق بودیم ما را نذاشتن و وقتی هم حاکمش کردن هیچ لیاقت سیاسی از خودش نشون نداد جز خونریزی آدم کشی و اینها اینا 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 داستان رفته خانم تو گونی یا آقا گرما میمیری بیا بیرون از تو گونی دین ما این را گفته حالا این بدون معنی نیست که فرض فرمایید که نمیدونم تحقیل و توهین بشه در حق کسانی که اعتقاد ایمان داره نه بایستی آزادی خواهان مملکت کسانی پیدا بشوند که این زنجیرها رو بگسلانن یک آزادی و دموکراسی و یک قانونی حاکم, حاکم بکنند بدون حضور این آخوند زشت احمق عقب افتاده ارتجایی و بعد بره بر هر کسی دلش خواهد نخواهد بکند قانون باید حاکم بشه و معنی آزادی جز قانون نیست و کسانی می این کار رو بکنند که خود اول خودشون رو از این زنجیرها بیرون بکشند در دست ما نه تنها زنجیر محمد هست و الله هست و قرآنش هست زنجیر جعفر صادق و امام باقر و حضرت عباس و حضرت علی و علی اصغر کوچک و علی, بزرگ و اون که تیر خورد و اون که گرسنگی کشید و اون که تشنگی کشید و اون که سرش را بریدن و اون که نمیدونم بر دهانش چوب زدن و اون یکی که در زندان مرد همه این استبدادات به دست پای ماست اینا همه زنجیره دوست من هیچ کدومش داره ارزش نیست هیچ کدومش داره ارزش انسانی و ارزش جهانی نیست این داستانها همه لوکاله مربوط به این زد و بند قبیله محلی هیچ کدوم اینها ارزش جهانی دنیا اصلا خبری نداره از اینها مهم نیست براش از اینها شما دیدید که میگن که در دانشگاه و کمبریج یک درسی از حسین درست کردن و یک تکست بوکی درست کردن از اسلام و حسین دارن اونجا درس میدن همچین چیزی نیست دپارتمان دین شناسی است اونجا میگه آقا ادیان اینجوری شروع شدن تاریخشون این بوده این اسلام هم این بوده اونهایی که برخواستند در این کشور آمریکا و این مملکت رو ساختن هشت نه نفر بیشتر نبودن اینا استادان سیاست و تاریخ سیاست در اروپا بودن آزادی خواب به معنی واقعی بودن همه این زنجیرها رو که عرض میکنم پاره کرده بودن اون کسانی هم که بانی مشروطه شدن در ایران و ما هنوز بر خان مشروطه نشستیم در واقع چون بنگریم اونها هم این زنجیرها رو پاره کرده بودن ستارخان قرباغی مدرسه نرفته بود اما این زنجیرها رو گسیخته بود این تابوها رو شکسته بود توانست کاری انجام بده در این محل امیخیز سنگر اونها بود دلاوران تبریز دیدن از مسجد ارتجاعیون و استدادیون گلوله, گلوله میبارند به آزادی خواهان ستارخان گفت توپه ببندید به این مسجد گفتن آقا مسجد گفت دیگه حالا مسجد نیست سنگر ارتجاع و استبداد بسن به توپ و مسجد رو استبدادیون کشیدن و مسجد هم بخشش خراب شد این استبداد محمدی دنیا رو خراب کرده دوستان نگاه کنید کشید ببرید کشورهای اسلامی بدبختن ها شامل ما هرچی دست و پا زدیم آقا ما نمیشه اینها رو برقرار که اصلا این یه چیزی نیست که بشه این رو به عنوان دین پذیر رو بامدیم این شیعه گری رو اختراع کردیم رها کردیم محمد و دینش و اینها رو به،, به کار خودش چسبیدیم به علی و داستان که یک راهی پیدا کنیم که یک, یک راهی پیدا کنیم برای بهتر زیستن این ایجاد شیعه گری که از فرط علاقه به محمد که نبوده که نفی محمد بوده بابا وقتی آخوند شیعه میگوید که جبرئیل در آوردن وحی الهی اشتباه کرد یعنی که بابا این بابایی که میگوید من پیغمبرم نیست چیزی این علی بوده معنیش غیر از اینه گری جز نفی اسلام چیزی نیست اما چون زمینش به هر صورت برخواسته از اونجا بود و در واقع در مقایسه بود با اون داستان ها و اینها بالاخره آخوند شیعه پیدا شد دیگه نه اما ها رو تپوندن به سر از ابتدا دروغ ناگهان مثل سرطان اون نوز گرفتن و عود کردن رو جامعه رو به این روز دروردن که ملاحظه میکنید هرچی میگن اینا دروغ کارگزارانشون هرچی میگه دروغ و ریا و کلا بر سر ملت گذاشتن. چون اینا معتقد نیستن که این مردم صاحب این سرزمینن. اینها معتقد بر این هستن یا اعتقاد بر این دارن که این حکومت جهان مال علی بوده. حالا علی چه کاره بوده پسر ابوطالب بنده نمیدونم چرا باید مملکت ما متعلق به باشه. اینو من نفهمیدم. ای که رفقاش قبولش نداشتن قرار قرار ما چیز کنیم شفیع روز قیامت برای ایرانی بشه پس حکومت این همین مال این آغاست، حالا اون چون نیستش ما که زاکرین و حسین هستیم با این ریش پشما اینا مالک شدیم مال ماست از مال خودشون میگیریم از نفتشون چاقوکش استخدام میکنیم این سپاه پاسداران و بسیج و اینا چاقوکش های ما هستن ما رو نگه دارن بکوبیم به سر این ملت بله گفت که بویه رسلت مول زد یکی جنبشی بایدش آسمانی این شعر دقیقی جاودانه بله دو چیز گیرند مر مملکت را یکی پرنیانی یکی زعفرانی ای... انتشارات سرزمین جاوید با دوری بچه هم گرامی در باب استبداد صحبت میکنیم استبداد ذهنی عزیزان ما باید یک ترازو متصور بشویم حیثیت و آزادی انسانی رو بذاریم در این ترازو اینقدر این ترازو سنگین هست که هرچه دین و ایمان و آبرو و جان و ایناس در این ترازو بگذاریم ممکن نیست که این ترازو رو نیم میلیمت از زمین بلند بکن انسان وجودش بدون حیث رعایت حیثیت انسانی در جامعه چه ارزشی داره یه زندگی نیست ما داریم که بله برای من چیزا نشون میدن خانمها و آقایون ماشاالله پشت درهای بسته نمیدونم در کدام قصری که فلان دو ساخته چیز میکنن رقاصی میکنن و باسن میچرخونن یعنی ببینید در ایران چه خبره باسن چرخوندن که معنی آزادی نیست که پشت درهای بسته پول به پاسدار دادن به یک کراهتی و به یک فضاحتی که آدم مو به تنش سیخ میشه از دیدن اینا آدم مثل یک بشکه آب یخ رو سر آدم میزن با یه حرکات این آقایون باسن چرخانی و ادعای این که خوش میگذره چهار قدم اون طرفتر یه عده تو کارتون دارن میخوابن چند استان ایران دائم در فقر بودن و هیچ که به این, به این استان ها رحم نکرد آقا این دزدان هی hey خوردن و بردن آقا گفتن کردستان گفتن اینا یاقی هن بیه مش هواپیما بفرستید چهار نفر توشون پیدا معترض شدین اینا رو بمبارون کنید همین کاری که خمینی کرد رو پیچینیان کردند و آیندگان هم میکنن استبدادهای آینده همی کردار رو بمبارو میکنن حتما یکی نره بگه آقا مشکل چیه آقا شما ما برادریم شما اهل این مملکت هستید سیستان و بلوچستان که اصلا از ذهنیت سیاست مدار ایرانی خارجه اگر نامی ازش میآمد به خاطری هیرمند بود و محصولاتی که میداد اونم که بخشیدن به افغانستان که اونجا هم که بیچارا فرار کردن دیگه بیابان شده خاکش هم شدیدم کامیون کامیون میفروشن چیکار بکنیم؟ بریم در رامسر سه چهار تا هتل بزنیم اونجا این خارجی من پولی گیر ما بیاد اونجا یه پولی باید خرج بشه ولی در رامسر اونجا خیلی منظرش قشنگ و رودخانه داره و اینا این آقا گفته آزادی چیز خوبیه چیکارش کنیم و تبعیدش کنیم بندر عباس مثل که بندر عباس جهنمه آقا بندر عباس تبعیدگاه یارو هم گریه میکرد بندر عباس آقا من نمیرم بندر عباس چیکار کنم آقا برو علمه ببین برو آیت الله نمیدونم چه چیز گلپایگانی رو ببین آخه مرده که بعد وقت بیچاره بندر عباس وطن باید بیره اونجا خدمت کنی تو باید اونجا رو آباد کنی تبعید گاز بندر عباس هواش گرمه ای داد بیداد خیلی مشکل داریم ما اسم هم نداریم ما تعلیم و تربیت وطندوستی و تعلیم و تربیت انسانی نداریم آقا از انسانیت هم خیلی کم داریم با اجازه شما خیلی میبخشید ما تبعیدش کنید به بانه یا پولی میاری به من میدی زمین به نام من میکنی و تبعیدت میکنم شما من خیلی بزرگه یک یه، یه استبداد دیگه استبداد آبرو آقا این در این مشروطه آدمای بزرگی بودن این سیاست مداره خیلی شریف بودن مصطفی الممالک مشیر الدوله، دوله حسن تقیزاده اینا آدمای بسیار بزرگی بودن آقای نمیدونم سپهدار تنکابونیز مرحوم سردار اسعد اینها اینا بسیار بزرگ همه فکر آبروشون بودن که آقا بیا بیا بریم مجلس فلان کار بکنیم بیا آقا این کار قانون در خطر آقا ما آبرومون در خطر آبروت میخوای به کجا ببری آبروت میخوای تو قبر ببری مردشوی و آبروی تو رو ببرن که میخواد خرج مملکت نشه با هم نمی ساختن اگر اینا مردان استواری بودند اگر اینا مردان استواری بودند و حقیقتا حقیقتا از بن دندان و از دل اینا موضوع آزادی رو و سعادت مملکت در نظر داشتن که چهار تا قزاق نمیمدن کودتا بکنن آقا قانون مملکت از بین ببرن یکیش طرفدار انگلیسی بود یکیش از روسا چیز میگرفت این شوستر آمریکایی این مرد بزرگوار که آمد سر و سامانی وضعیت اقتصاد ایران داد و در واقع بودجه رو تنظیم کرد و مالیات ها رو جمع بری کرد اینا در کتابش نوشته یک نفر بود که یک نفر بود که در واقع از صمیم دل جنگ می و آزادی رو میفهمید و زحمت میکشید و دائم در جنگ ها بود و اون سردار اصل بختیاری بود سردار اصل سوم در واقع چون ما اسفندیار خان داریم حاج علی قلی خان داریم و سردار اسد فکر آبروشون بودن روزی که در مجلس پنجم میخواستن رأی بگیرن دکتر مصدق زنگ میزنه به مصطفی یا مشیر الدوله میگه آقا بیا بریم نگذاریم آقا این جریان اتفاق بیفته نگذاریم قانون مشروطه از دست بره نگذاریم این مجلس ملی فرمایشی بشه آقا ما آبرومون فلان گو ببین من و تو مثل توپچی بیکار مفخوری هستیم که یه عمری از مردم پول گرفتیم که یه روزی توپ رو در کنیم امروز روزیه که ما باید اون توپ رو در کنیم نکردن جز چهار نفر از آبروشو میترسیدن از می میترسید بله آبرو آقا جان آبرو زمانی ارزش داره که آدم بتونه در جامعه آزاد زندگی بکنه حقوق همه افراد جامعه رعایت بشه آدم مجرم هم دارای حق باشه آقا مجرم دارای حقه جور کرده اما حقوق انسانی رو که نمیتونه دولت نمیتونه تو سرش بزنه نمیتونه شلاقش بزنه نمیتونه بهش توهین بکنه باید برش دادگاه قوانینی که مردم تصدیق کردن نه قوانین اسلام که از پس نمیدونم قرنها در واقع این قوانین پسافکنده ارتجاع و جهالت قرنهاست روی هم انبار شد آقا رو کجا میبریم خیلی ببخشید اوز میخوام آخونده ها میگوین لا حیاء الدین اینا چیزا خودشونه ما از اینا یاد گرفتیم بایستی گفت لا حیاء لا حیاء فی النقد لا حیاء فی العلم این آقا اینو قبلا گفتم اما چون واقعا شرماوره چون اینا ترجمه شده به زبان انگلیسی هر جا میبینیم هست این حسین آقا زده بیزه چپ این آقا رو ناقص کرده حالا بردن دادگاه یه آقای دیگه زده بیزه راست یکی دیگر رو ناقص کرده اونم اوردن دادگاه یه کسی هم یه خانمی رو کشته وردنش داد قاضی نشسته با این به شهر انور محمدی میخواد قضاوت کنه در باب اینا میگه بیزه چپ مثل قتله حالا من نمیدونم این داستان بیزه چپ به اندازه یک قتل دیش ست تاست بیزه راست اما هفتاد و پنج راست این رو من نفهمیدم آقای بیولوژیستی بیاد ببینیم این از جعفر صادق حتما به خودش نگاه میکرده دیده اینا تا به تا گفته این که بالاتر میشه هر بیشتره من نمیدید سر چه خرم از کجاست ولی مایه ننگ این مملکت مایه ننگ دادگستری این مملکت مایه ننگ بشریت این حرف ها بیزه راست این آقا هفتاد و پنج شطور. بیزه چپ حسن آقا صد شطور بدنه برم بیرون این خانم بدبخت کشته کار میکرده برنده جایزه نوبل بوده سرطان هم دواش کش کرده و بردنش کشتنش آقا این خانم چون نصف مرده و مرد وجودش با بیزه چپش یکیه هر دوش صد تا شطوره و این خانم نصفه این پنج تا پنجا تا شطور بریم بریم دنبال کارتون اشکال نداره یعنی این خانم این خانم این خانم بزرگوار این خانم دانشمند که کشتن 25 درصد از بیزه راست اون حسین آقا کمتر ازش داره این قانون نیست که بر مملکت ماست جعفر ساده گفته یه روز در حمام بوده نگاه کرده دیده دیگه،, دیگه, چه, چه،, چه دلیل بیولوژیکی داره آقا شما به من بگین آقا بپرسید از این آخونده احمق گردن کلفت مفخوره که هر کدام 300 سال 400 سال عمر میکنن چون دغدغه ندارن دیگه اینام هم دادگستریه دادگستری محمدی وارد قانون شده قانون جزای اسلامی ماده 120 اندی یا هم نیست یادم نیست یکی دو بار رفتم خوندم تا صبح خوابم نبرده که ما چه مردمی هستیم چه میزان ما استعداد کتک خوردن داریم آقا چه میزان ما استعداد توسری داریم به 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 ما کلامون پهن شده از توسری قرن بیست داستان عجیبی است آقا داستان عجیبی است خب پس آبرو هم یه عامل دیگه است بازدارنده آزادی آبرو از قدیم هم این موضوع آبرو خیلی مهم بوده چنین گفت کابوس که از انجمن چنین گفت کابوس که از کرا آب بیش است نزدیک من اونجا که رستم و سهراب و زخم زده گودرز و فرستادی که آقا برو به این کابوس بگو از اون نوشدارو که در گنج توست کجا کشتگون را کند درست خودش برای من بفرست این کی کابوس هم که مستبد که نمیخواد قدرت از دست بده گفت آقا این رستمه اونم پسرشه ببینین چه یلی است اگه اونم دو تا بشن اینا دیگه حیثیت برای من نمونه اینا به دو روز منو میندازن پایین آبروی رستم پیش من از همه بیشتره آب اینجا آب که میگه کرا آب بیش از یعنی آبرو یعنی حیثیت در واقع اگر ما جستجوگر آبرو هم هستیم باید یه کاری به انجام بدیم آبرو به معنی واقعیش توی دنیا این آقا میاد تو فرودگاه پاسپورت هندی داره بفرمایید ایرانی داره اسمش هم محمد اگه باشه که دیوا بیلا باشه کنار دیوار همه جاشا میگردن این زاده کورش و خشایارشار رو از برکت آبروی که این رژیم برای ما آورده آبرو مملکت رب به درک آبروی ما نره ما, ما که بعض ما خوبه اتفاقا آقازاده رفته چاپلستی کرده اینا لاستیک بی اف آقازاده میاره ما دیگه کاری نداریم با کار داستان همینه در جواب دوستانی میگن ایران که آزاد میشه ایران زمان آزاد میشه که مردمش آزاد شد آدم خودش در بند هزار قید و بند در واقع فرومایه است چطور میخواد مملکتش نجات بده اینا شیاطینن اینا که آدم عادی نیستن آقا اینا که اینا که جز آدم رو تا پا را میرن ولی اینا که آدم نیستن اینا جز معلوم نیست از زیر زمین از نمیدونم دیدید جانوران عجیب از زیر زمین نگاه کنید تو رو خدا به این این چیز آقای ظریف محمد جواد ظریف توری صحبت میکنه که انگار حسینه حسین تشنه تازه اون وقتی میخواد با یزید چیز کنه انگاری همش صداقته پیور خالص خود جعفر صادقه ولی حرامزاده تر از این و دروغزندتر از این این همین روحانی وجود نداره از بام تا شامم هم تبلیغات مزر که این بچه ها. حالا یه نکته گفت یک دوستی من خیلی بهش فکر کردم هی hey, بچه داشتید بچه داشتید بچه دارشید منظور چیه؟ منظور نگهداشت رژیمه چون بچه که میرن دانشگاه همین دانشگاه قرازه هایی که من گفتم گاوداری از اینا خیلی بهتره و, ارجحه و, و ارجهه از نظر ساختمان و سیستم و تشکیلات و اینا اما باز اونجا چهار تا کتاب میخونن دوتا با هم حرف میزنن میگن ما دانشجوییم یه غروری داره این دانشجو بودن و اینها اینا دیگه آدم کشی شروع میکنن کم پیدا کردن چیکار کنیم آقا یه کاری کنیم خانواده ها پنج تا بچه بیان که دو تاش بیشتر مدرسه نره اون سه تاش رو که بی سواد بار میان و نادان بار میاد ما استخدام کنیم چاق و کش بشن ما نگه دارن چه آدم تحصیل کرده و دانا که نمیره چاق و کش بشه که این کی داره استخونه اونو خورد میکنه این جناب آقای مهندس از دانشگاه هاروارد اومده بیرون حالا داره اینجا استخون خورد میکنه نه نمیکنه نمیکنه آدمای ناگاه لازم دارن اینا ایران پر جمعیت گرسنه لازم دارن اینا که عنصر گدایی رو گسترش بدن دستنگری رو و گدایی رو گسترشن از بین گداها و بیچاره ها و بی ها چاقوکش استفاده کنن یه مدتی فقر میکشه بعد یک تلویزیون بزرگ میارن میذارن اونجا میگن اینم ما سه میلیون اینم کلت اینو برو بکش میدو میکشه دیگه آدم جاهل چیکار میکنه ارازل و ناس دیگه اینا حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم گسترش دینشو با ارازل شروع کرد دیگه ارازل ارازل اطراف مدینه خود یهودیان چیزا میگفتن ابو سفیان دار میگفتن این رفته اونجا ارازل و ناس رو جمع کرده ارازل و ناس خب گفت این سخن پایان ندارد ای جواب خط کن الله و علم به رشاد. این درد استبداد در مملکت ما به قده سرطانی است که جراح میخواد یه جراح بزرگ میخواد با دستیاراش این قده سرطانی در ترکیه خیلی درشتر بود یه جراحی پیدا شد بس اینجا رو محکم یک خنجر یک کارد جراحی بزرگی ملت ترکیه رو برد تو آزمایش اون بیمارستان اونجا بیمارستان تاریخ جراحی کرد ببینید وضعیت ترکا چگونه است وضعیت ما چگونه است این رهبران ما که اومدن بعد مشروطه که خفه کردن مردم رو اینا خودشون بدتر بود آزادی نمیفهمیدن اینا آدمای بی سوادی بودن بیچاره این انگلیسی ورده بود اون آمریکایی آورده بود اینا که از مردم نبودن که که بفهمن که آقا این داستان چیه داستان آزادی چیه داستان حیثیت معنی چیه عدم بی سواد از خمینی بگیرید بی سواد تا بره به محمد علی میرزا بی سواد به معنی واقعی بی فرهنگ به معنی حقیقی ایران نمیشناختن که یکی دنبال پول بود یکی دنبال زمین بود یکی دنبال خانم بود یکی دنبال آدم کشی بود مثل این خمینی اینا حقایق اموره اینا حقایق امور هم فرزانگان فرزانگانی مملکتی هستند به پیش برن همش هم دست ادیت عوض عوام که کاری بر نمیاد که آقا اگه این کشور این کشور شده به لطف مغز درخشان این در واقع بنیادگذاران مثل جفرسون مثل تامس پین اینا یکی دوتا نبودن مغزهای درخشان که واقعا دیده بودن وضعیت اروپا رو فهمیده بودند اندیشه های لاک و استوارت میل و کانت و دیگران رو هگل و اینا you know? که البته اینا که دو داشت بعد از انقلابه ولی تاریخ سیاست رو پارلمان رو موضوع انسان رو اینا هم فهمیده بودن فهمیده بودن دیکتاتوری به جای نمیرسه مطلقا اینها آمدند و گفتن ما بایستی یک کشور علمی بنیانگذاری کنیم که تا ابد بر جای باشد علمی یعنی روز به روز تغییر کنه متناسب با پیشرفت علم روز به روز این کشور داره تغییر میکنه از کنم این کشور رو سیستماش رو بگردونی به دو سال پیش سقوط میکنه انقدر مدرنیزه میشه مرتب 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 این از اون امپراتوری است که سقوط نمیکنه چون علمیه تغییر میکنه به مانه بر میخوره راش پیدا میکنه سیستم های به قول معروف جبرانی این آقا خوب نیست سیاست نداره بیرونش بکنن یک کسی دیگه یه کسی دیگه مرتب داره حال انقلابی من یه پوسیده میشین اونجا به دست میگیره که یا خارجی با سرنزه بیرونش کنه یا مردم با شما بیرونش کنن نمیره که علی رو نگاه کنی وقت ما تمام شد ایداد بیداد خب این هم روزی بودم روز دوستان عزیز هموطنان گرامی پس از شما خدافزی کنیم با سپاس از سپر گرامی و سپاس از شما برادران و خواهران هم وطن تا برنامه دیگر درود بر شما جاوی گیران زمین زنده باز آزادی